نیوشاز ضیغمی متولد 18 تیر 1359 در تهران، بازیگر، تهیه کننده و مدل است. فارغ التحصیل لیسانس رشته روانشناسی کودک از دانشگاه شهید بهشتی می باشد که کلینیک زیبایی هم اداره می کند و همسرش تاجر نقره است. مرحوم پدرش محسن ضیغمی دبیر بازنشسته و مادرش فهیمه رستم‌پور کارمند بازنشسته بود. و یک خواهر به نام روشا دارد و اصالتاً از سمت مادر کرد مهاباد است. سلام دوستان، به کانال بیوگرافی فارسی خوش اومدید. مرسی که کانال ما رو انتخاب کردید. اگه هنوز عضو این کانال نیستید، با زدن دکمه سابسکرایب عضو کانال ما بشید و برای اینکه از آخرین ویدیوهای ما قبل از هم اطلاع پیدا کنید، زنگوله کنارش رو بزنید. خودش میگوید وقتی میخواستم وارد بازیگری شوم، مادرم مخالفت نمیکرد، ولی آن دید مادران نسبت به آینده من را در نظر میگرفت، اما پدرم با بازیگر شدن من زیاد موافق نبود. پدرم اصولا کارهای علمی را دوست داشت و ترجیح میداد پزشک یا مهندس شوم. بعد از دانشگاه در کلاسهای بازیگری کانون سینماگران جوان شرکت کرد و از آنجا به مسعود جعفری جوزانی کارگردان برای سریال در چشم باد معرفی شد. ضیغمی با این سریال در سال 82 وقتی 23 سال داشت اولین تجربه هنری خود را کسب کرد. با فیلم مواجهه در سال 83 به سینما راه یافت و یک سال بعد با فیلم شوریده به کارگردانی محمد علی سجادی نامزد سیمرغ بلورین فجر شد. شهرت او اما با فیلم پارک وی سال 85 به کارگردانی فریدون جیرانی شروع شد و سپس با فیلم اخراجی ها در همین سال ادامه یافت. نیوشا ضیغمی در آبان سال 89 وقتی 30 ساله بود با آرش پولادخان تاجر نقره ازدواج کرد. شاید جالب باشد بدانید که مهریه این زوج تنها 2 سکه طلا است. آقای پولادخان برای رسیدن به نیوشا با یک برنامه از قبل طراحی شده به عنوان سرمایه گذار در فیلم پرتغال خونی سال 89 به اون نزدیک شد و در نهایت به وی پیشنهاد ازدواج داد. در طول چند سال اخیر بارها شایعه جدایی نیوشا ضیغمی از همسرش منتشر شده بود. مدتی پیش اما این شایعات درباره طلاق نیوشا ضیغمی به شدت قوی تر شد و گویا خانم بازیگر با انتشار استوری و بایگانی کردن تصاویر همسرش این شایعات را تا حدودی تایید کرد. نیوشا ضیغمی عکسی از شناسنامه‌ای که مهر طلاق دارد را منتشر کرد. او استوری خود را بعد از ساعتی حذف کرد که همین موضوع سبب دوباره برپا شدن خبرهای جدایی نیوشا ضیغمی از همسرش شد. خانم بازیگر در اواخر اردیبهشت سال 97 صاحب یک دختر به نام لنا شد. برعکس دیگر همکاران خود، این زوج فرزند خود را در ایران به دنیا آوردند. وقتی 17 ساله بود با فروش پرایدی که پدر برایش خریده بود و گرفتن وام برای خود خانه خرید و در دوران دانشجویی آشناییش با خانم دکتری باعث شد مشارکت آنها در ایجاد کلینیک زیبایی پوست شود. و این میگوید مگر می شود اهل ورزش نباشیم؟ شنا، بدنسازی و یوگا را جدی کار میکنم و به شیرجه، سوارکاری و تنیس خیلی علاقه دارم. بیشتر طرفدار تیم ملی فوتبال هستم ولی قرمز میپوشم. در بیشتر مواقع هم هر طرف باد بوزد من هم کشیده میشوم، ولی خارج از شوخی قرمز پوش سرسختی هستم. من یک خواهر دارم که از خودم 10 سال کوچکتر است و کلی نگرانش هستم. آرزو میکنم بتوانم برایش خواهری باشم که بهترین کارها را انجام دهم، چون فاصله سنی ما زیاد است. نگرانی های من یه جورایی هم خواهرانه هست هم مادرانه. در انجمن حامیان کودکان کار و خیابان به صورت مستمر فعالیت دارم. بچه های کار مسئله پیچیده در جامعه کنونی ما هستند و بحران بزرگ اجتماعی محسوب می شود. من واقعا آشپزی کردن را خیلی دوست ندارم. نه که از زمانی که بازیگر شدم علاقم را از دست داده باشم، نه، قبلا هم دوست نداشتم. در عوض خرید روزمره خانه را خیلی دوست دارم. حتی چیده دمان داخل خانه و خیلی چیزهای دیگر را هم دوست دارم، چون کار خانه که فقط
آشپزی نیست. اگر روزی می توانستم در زمان سفر کنم به قرن 19 می رفتم. برای اینکه قرن 21 قرن تکنولوژی شده است و قرن سرد و پر دغدغه شده، ولی قرن 19 قرن احساس و هنر بود. من سال 86 جراحی زیبایی بینی انجام دادم و قبل از عمل 11 فیلم بازی کرده بودم. یکی از دلایلی که بینیم را جراحی کردم این بود که خودم از نیمروخ هم خوشم نمی اومد و با چهرم خوشحال نبودم، ولی الان راضی ترم. من عاشق اصفهانم. گه زدن در لابلای آثار باستانی این شهر را دوست دارم. من خودم را بازیگر سینما می دانم، اما بازیگر بازیگر است و هر زمان متن خوب از هر رسانه‌ای به من پیشنهاد شود آن را انجام خواهم داد. خانم زیغمی در گفتگوی با یکی از رسانه ها در خصوص صدف طاهریان که از پشت پرده فساد در سینما حرف زده بود گفت: ایشان را بازیگر نمیدانم. به نظرم اسمشان را نیاورید، چرا که اصلا بازیگر نیستن. واقعا نمیدانم چه زمانی بازیگر بودن، فقط تصاویری از او در اثری دیدم که نقش مهمی هم در آن نداشت. چرا ما یک آدم علکی را بزرگ میکنیم؟ خود ما این آدمهای بیمغز را بزرگ میکنیم. وی میگوید: روحیه بلند پروازی دارم که باعث شده بخواهم تجربه های مختلفی را اثر بگذرانم. به خاطر همین در کنار بازیگری دفتر تولید فیلم و کلینیک زیباییم را هم اداره می کنم. با این حال این مشغله های وقتگیر باعث نشده که از کارهای خانم غافل شوم. نمی خواهم سالها بعد حسرت این که می توانستم کاری را که دوست دارم را انجام بدهم اما انجام ندادم به دلم بماند. 13 آذر 98 خانم بازیگر اعلام کرد: امروز به عنوان کسی که همیشه سرم را بالا گرفتم و با افتخار عنوان کردم، شروع کارم با صدا و سیما بوده، اعلام می کنم نه تنها در تلویزیون کار نخواهم کرد، بلکه به فرزندم هم اجازه تماشای برنامه‌های شما را نخواهم داد. با این حال ایشان سال 1401 با سریال بینشان به قاب تلویزیونی بازگشتند. روشا خواهر کوچکتر نیوشا زیغمی است که متولد 29 دی 69 می باشد. او هم به مانند خواهرش به فعالیت در حوزه هنر علاقه دارد و با وجود تحصیل در رشته مترجمی زبان انگلیسی، کار هنری را با گرافیک آغاز کرد. بازی در فیلم کوتاه 4 به کارگردانی پیمان عباسی اولین تجربه روشا زیغمی در دنیای بازیگری بود و فیلم 4 سو یکی دیگر از تجربه های بازیگری او است که در این فیلم با خواهرش نیوشا و مادر اش همبازی بوده است. دوستان عزیز، ممنونیم که با لایک کردن و گذاشتن کامنت از ما حمایت میکنید. اگر میخواید از آخرین ویدیوهای ما با خبر بشید، کانال ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو بزنید. تا برنامه بعدی، بدرود.